این هفته جست میگیریم، میوه ها را تشخیص میدیم و احساسات خودمون رو جریه دار میکنیم. وای عروسی سلطنتی، فرصتی که تو کل زندگی زیاد پیش نمیاد. میشه ولو شد روی مبل و آدمهای مشهور رو تماشا کرد. هرچند خود این مراسم برای من چندان جذابیتی نداشت مگر از بعد فناوری. قبلا سری کتابهای قطور هویزهو یا کی به کیه به درد میخوردن تا ببینی این کسی که الان تصویرشو دیدی کیه و چی کار است. اما این روزا دیگه این کتابها لازم نیستند. این وبسایت هویزهو. این سایت از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا همه مهمونای عروسی سلطنتی رو به طور خودکار شناسایی کنه. از مشهورترین تا گمنامترین روی هر مهمون برچسبی ظاهر میشه که حاوی نام و کمی هم اطلاعاته. یکی از امکانات این ابزار اینه که میتونی سریع بپری به لحظه‌ای که مهمون مورد علاقت در انظار پدیدار میشه. این ابزار توسط شرکت گری ماتر طراحی و در پخش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز به کار گرفته شد. این اولین باری بود که برای یک پخش زنده از فناوری تشخیص چهره استفاده می‌کردند. هویزهو و پروژه عروسی سلطنتی ما فرصتی بود برای اینکه از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی استفاده کنیم تا شیوه جدیدی برای بیان داستان ابداع کنیم. میدونیم که طرفدارای ستاره ها میتونن بدون نیاز به نرم افزار اونا رو شناسایی کنن. اینو هم میدونستیم که میشد بخش بزرگی از خاندان سلطنتی به ویژه افراد سببی که در فضای عمومی فعال بودن رو شناسایی کنیم که الزاما برای مردم شناخته شده نبودن. کاری که تونستیم انجام بدیم این بود که به محض رسیدنشون به مراسم اونا رو شناسایی کنیم، درست مثل ستاره‌های مشهور، تا مردم بیشتر لذت ببرن. هویزهو در پشت پرده از فناوری شناسایی ابری آمازون استفاده میکنه. در فناوری تشخیص چهره عکس و فیلم از الگوریتم‌های یادگیری ژرف استفاده شده. فهم این که توی فیلم چه داره رخ میده برای انسان خیلی ساده است، اما برای رایانه اینطور نیست. پشت صحنه فناوری تشخیص چهره آمازون به این شکلی که شما یک ویدیو رو بارگذاری می‌کنید و این ابزار میاد فهرستی از افراد، اشیا و همه اتفاقاتی که فکر می‌کنید تو اون ویدیو افتاده رو ارائه میده. فناوری تشخیص چهره هنوز کامل نیست. با اینکه مدلی رو بر اساس مهمونای پیش بینی شده آموزش داده بودیم، فقط تونستیم 70 تا 80 درصد دقت داشته باشیم. این پروژه توسط پژوهشگرانی مدیریت شده که در ابتدا همه مواد آموزشی سرویس هوش مصنوعی رو تهیه کرده بودند. در نتیجه اسما رو میدونستن، افراد و قیافه‌ها رو هم میشناختن. البته اینطور نیست که چون این ابزاری فقط به درد تشخیص مگان مارکل از آنگلا مرکل بخوره. فناوری‌های مثل این کاربردهای دیگه‌ای هم دارند. پارسال نیویورک تایمز ابزاری ساخت که به خبرنگاران کمک می‌کنه تا نمایندگان کنگره رو تشخیص بدن. روزنامه‌نگاران میتونن عکس‌ها رو به ابزار هودهیل بفرستن تا در رایانه ابری تجزیه و تحلیل و چهره‌های آشناش مشخص بشه. درست مثل ابزار هویزهو اسکای، این ابزار رو هم با عکس‌های فعلی نمایندگان کنگره تعلیم دادن تا دقیق‌تر عمل کنه. حالا سوال اینه که شما خوشتون میاد که بدون اجازه به طور خودکار شناسایی بشید؟ خب، قانون جدید و سفت و سخت‌تر محافظت از داده‌های شخصی اتحادیه اروپا که هفته پیش حرفش رو زدیم، اخیراً اجرایی شده و معناش اینه که بعد از این استفاده از چنین ابزارهایی غیر مجازه. در مکانهای عمومی مردم را نگاه می کردیم، جایی که انتظار داشتن شناخته بشن. بدین شکل رضایت تلویحی اونا رو داشتیم. با اجرای شدن قانون جدید لازمه صراحتاً رضایت بدن. یعنی اگر در آینده بخوایم چنین پروژه ای رو اجرا کنیم، باید با تک تک افراد تماس بگیریم و بهشون بگیم که در این محل خاص داریم این کارو می کنیم. البته اگه بخوایم این پروژه رو بدین شکل ادامه بدیم، حتما به این موضوع هم فکر می کنیم. اما ممکنه برای این فناوری کارهای دیگه ای در نظر بگیریم. اخیراً بعد از اینکه معلوم شد آمازون داشته سامانه تشخیص چهرهش رو به مجریهای قانون در آمریکا میفروخته، این شرکت توی دردسر بدی افتاد. اما واقعیت اینه که هرچی این فناوری‌ها دقیق‌تر بشن و بیشتر ازشون استفاده بشه، به روزی که ما هم مثل خاندان سلطنتی خیلی راحت شناسایی بشیم، نزدیک‌تر خواهیم شد.
اما اگه شما میخواید فناوری تشخیص چهره رو آزمایش کنید، اپ بلیپر در زمینه تشخیص اشیا و قیافه ها خوب کار میکنه. مریم کیانی نشونتون میده. فناوری واقعیت افزوده یا augmented reality چند سالیه که در اپ ها و تجهیزات مختلف استفاده میشه تا به تصاویر واقعی لایه هایی از اطلاعات اضافه بکنه. شرکت بلیپر این فناوری رو با هوش مصنوعی تلفیق کرده تا نه تنها به دوربین ما قابلیت تشخیص هرچه بیشتر دنیای اطرافمون رو بده، بلکه به ما هم اجازه بده که اپ واقعیت افزوده مرتبط با کارمون رو بی نیاز از دانش برنامه نویسی بسازیم. اپ بلیپر با استفاده از تصاویری که از قبل بشناسوندن، تصویری که ما داریم بهش نشون میدیم، سعی میکنه تشخیص بده اشیاء دور و بر ما چه چیزهایی هستن و بعد از طریق اینترنت اطلاعات مرتبط باهاشون رو در اختیار ما میذاره. تا الان میتونه چهره افراد معروف، بناهای تاریخی، آثار معروف هنری، گل و گیاه، سگ و گربه رو تشخیص بده و بعدش هم نموداری از مضامین مختلف حول اون موضوع در اختیار ما میذاره. البته این اپ در حقیقت برای بازاریابی و تبلیغات کالا و خدمات و همینطور برنامه‌های آموزشی طراحی شده. بنابراین بعضی اجناس مصرفی رو بهتر از چیزهای دیگه میشناسه و میتونه به صورت ویژه اطلاعاتی مثل طریقه مصرف اونها یا زمان حراج بعدی رو در اختیار اون بذاره. بلیپر 7 سال پیش در انگلیس شروع شد و اینجا میتونید ببینید برنامه نویسای بلیپر دارن روی واقعیت افزوده کار میکنن و هر کسی میتونه روی وبسایت ماها بره و واقعیت افزوده بسازه بدون اینکه بدونن چطوری کد بکنن. چیزایی که بلیپر درست نمیتونه تشخیص بده اشیایی هستن که منعطف هستن یا مدام تغییر شکل میدن، مثل لباس یا وعدهای سیاستمدارا. این اپ باید دوتا کار خیلی سخت رو انجام بده. یکی اینکه در نمای موجود شی خاصی رو انتخاب کنه و بعدش هم اون شی رو با تصاویری که از قبل بهش شناسوندن مقایسه کنه. اپلیکیشن بلیپر 200,000 آدم معروفم میتونه بشناسه و اینم آقای شجریان که من آهنگاشون رو دوست دارم. همینطور در قبال دریافت مبلغی میذاره برای شرکتمون بلیپر مخصوص بسازیم تا مثلا با تشخیص چهره افراد منصب و سابقه کارشون رو به ما بگه، یا مثلا اجازه میده که برای کلاس درسمون برنامه‌های آموزشی رو به صورت جذاب‌تری ارائه بدیم. خب حالا فناوری تشخیص چهره رو یه ذره بیشتر میخوام امتحان بکنم. نیما یه دقیقه نگاه کن برادر. چرا نمیشناسته؟ میگه سیبیل، عینک، بیزنس. واقعا نمیشناسه؟ نه، هنوز نمیشناسته. خوبه، معنیش اینه که به درد نمیخوره. باگش کن بنازم. والا فکرشو بکنید در آینده احساسات شما بتونن روی چیزایی که تماشا میکنید تاثیرگذار باشن. چرا آینده؟ جنکوبس تک رفته به تماشای فیلمی که داستانش بسته به واکنش ها تغییر میکنه. همچنان که جهان ما بیشتر و بیشتر با فناوری عجین میشه، مرز بین واقعیت و تخیل محو میشه. خیلی زود ممکنه بتونیم صرفاً با استفاده از افکارمون خودمون رو با این واقعیت‌های جدید سرگرم کنیم. اینجا در دانشگاه ناتینگهام هستم، جایی که شاید بتونم بهترین فیلمی رو که تا به حال ساخته شده ببینم. دلیلش هم اینه که من این فیلم رو میسازم، البته با استفاده از امواج الکترونیکی مغزم. باید همین باشه. این کاروان کوچولو جاییه که داخلش فیلمی رو خواهم دید که ذهن من میخواد بسازه. میخوایم این هدست EEG رو رود نصب کنیم. این رو سرت قفل میشه و رو پیشونیت هم یه حسگر قرار میگیره. پس این هدست EEG فعالیت مغز من رو رصد میکنه. آره، اون داده های EEG رو بر میداره. همون علائم الکتریکی فوق‌العاده ریز که در اثر فعال شدن نورون های عصبی ساطع میشن. خب قدرت علائم خوبه. دکمه پخش رو میزنیم. حالشو ببر. فیلم همزمان سه داستان داره که ذهن من میتونه اونا رو به تناوب به کار بگیره تا فیلمی بی همتا بسازه. فیلمی که میتونه تو هر بار نمایش بیش از 101 تریلیون ترکیب متفاوت داشته باشه. این الان فعالیت مغز منه؟ آره، اینا داده های شماست. الان میتونی امواج آلفا، گاما و بتای مغزت رو اونجا ببینی. این امواج یه رشته عدد ارسال میکنن. هر چقدر تمرکز من بیشتر میشه، صحنه مربوطه بیشتر طول میکشه و داستان منسجم تر میشه. اگه تمرکزم رو از دست بدم، رایانه صحنه ها رو به سرعت رد میکنه.
این تجربه خیلی سورئالیه. داری فیلمی رو میبینی که داری همون لحظه میسازی. کلن ایده اصلی این پروژه از حباب شبکه‌های اجتماعی الهام گرفته شد. اما در سال 2016 ما شاهد رویدادهایی مثل گیمرگیت، برگزیت و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بودیم و اینکه چطور گروهی کوچک توانستن روی گروه‌های بزرگتر تأثیر بذارن. مومنتوری طراحی شده که این صحنه دو بار پشت سر هم در گروه‌های 5 نفره دیده بشه و در هر گروه دو نفر به نوبت با این هدست فیلم رو تماشا می‌کنن. به این شکل میتونن شیوه‌های متفاوتی که داستان فیلم نقل میشه رو ببینن. نظرتون درباره فیلم چیه؟ واقعا جالبه. آیا باعث شده درباره رابطت با فناوری فکر کنی؟ برای من اینطور شد و کمی هم درباره اجتماع و درباره اینکه مردم به کاراشون فکر نمی‌کنن. من همیشه ترجیح میدم یه هنرمند پیامی رو برای من انتخاب کنه و اون پیام هر نتیجه‌ای می‌خواد داشته باشه. بهتر از اینه که فیلم با پیام من ساخته بشه. مثل اینه که تو حباب خودم زندگی میکنم. دوست دارم فیلم من و هنرمند انتخاب کنه. دیگه نمیخوام بیشتر از این تو حباب زندگی کنم. یکم ترسناکه نه؟ آره ترسناکه. یکمی ترسناکه. بازی پایانی من اینه که از مردم بخوایم به فناوری که ما استفاده کردیم فکر کنن و اینکه چرا به این شکل مورد استفاده قرار گرفت. مومنت اولین نمایش جهانیش رو در جشنواره فیلم مستند شفیلد در 17 ژوئن نمایش داد. بعد از اون کاروان اونا راه میفته و دور بریتانیا رو میگرده. قرار شرکت اپل تنظیمات اولیه گوشی‌های آیفون رو طوری تغییر بده که دسترسی هکرها به اطلاعات این گوشی‌ها سخت‌تر بشه. این اقدام همچنین دسترسی مجریان قانون به گوشی‌های آیفون رو هم سخت‌تر می‌کنه که البته اپل انکار کرده که این امر هم یکی از اهدافش بوده. اوبر درخواست کرده که استفاده این شرکت از هوش مصنوعی برای تشخیص اینکه یه مسافر چقدر الکل مصرف کرده به ثبت برسه. این کار با چک کردن مکان مسافر، دقت در تایپ و حتی با اینکه گوشیش رو با چه زاویه‌ای گرفته انجام میشه. پیشرفت بزرگ در حوزه تحویل کالا با پهباد در بریتانیا. این هفته اجازه داده شد که یک پهباد ورای نهایت دید خلبان پرواز کنه. با مشارکت برنامه پاتفایندر متعلق به دولت بریتانیا و شرکت سنسد، پرواز یک پهباد در فاصله 12 کیلومتری از خلبان با موفقیت انجام شد. استفاده از GPS و نقشه برداری با سیستم عکاسی در زمان واقعی این پرواز رو امکان پذیر کرد. و در آخر دانشگاه MIT این اشیاء مغناطیسی چاپ سه‌بعدی شده رو رونمایی کرده که میتونن به چیزی چنگ بزنن، بخزن و بپرن. اینا برای استفاده در دستگاه‌های زیست‌پزشکی طراحی شدن و میتونن از خارج از بدن هدایت بشن. اونا میتونن عکس بگیرن، نمونه برداری کنن، دارو به بدن برسونن و حتی دور رگ‌های خونی جمع بشن تا پمپاژ خون کنترل بشه. در بخش اول برنامه درباره تشخیص اشیا و چهره‌ها در تصویر حرف زدیم، اما آیا فناوری به این قدرت رسیده که بتونه احساسات و عواطف رو در تصویر تشخیص بده؟ گزارش اسپنسر کلی رو ببینیم. امروز چه حسی داری؟ چه اتفاقی داره میفته؟ دارم حسگرهای EMG رو وصل میکنم. واقعا؟ روی یقت. روی یقم؟ آره. این لباس اذیتم میکنه. البته که رنگش سبز روشنه. قرار این لباس مبدر که رد حرکات رو میگیره احساسات و عواطف منو اندازه‌گیری کنه. پژوهشگران دانشگاه UCL معتقدن که سرنخ احساسات و عواطف شما تو بدنتونه. این لباس تمام قد با استفاده از چندین حسگر حرکات، انرژی و حالت بدن منو تشخیص میده که همه اینا نشانهای محکمی در رابطه با احساسات و عواطف هستن. هدف از پروژه که اینجا توی UCL انجام میشه اینه که استرس رو در کارگران تشخیص بده، حالتهای روانشناختی، افسردگی و درد رو اندازه‌گیری بکنه و در امر بازپروری کمک کنه. اگه خجالت زده بشی خودتو جمع میکنی و تو خودت میری و میخوای قایم شی. مثلا ما بررسی میکنیم ببینیم وقتی مردم خجالت زده هستن چطور میخندن.
وقتی هم که میخندن چون واقعا خوشحالن حرکاتشون کاملا متفاوته. وقتی حس مثبت بیشتری داشته باشی راحت میستی، به خودت افتخار میکنی، نسبتا شانه‌هات رو باز میکنی و فاصله بدن و بازوهات نسبتا بیشتر میشه. مشاهده کردیم که در حالتهای خیلی احساسی بدن آدم خیلی بهتر از چهره احساسات و عواطف رو بروز میده. اگر بخوای عواطفت رو کنترل کنی، صورتت رو کنترل میکنی، اما از بدنت غافل میشی و در نتیجه بدنت تو رو لو میده. یا اینکه بدنت رو خیلی سفت میگیری و در نتیجه اصلا هیچ حرکتی نمیکنی. اون وقته که میشه فهمید یه خبری هست. البته اون وقت میتونیم اطلاعات مربوط به دینامیک حرکات رو اندازه بگیریم. سرعت، ناگهانی بودن حرکات. مثلا اگه عصبانی باشی ممکنه این نوع حرکات ناگهانی رو داشته باشی. نادیا و تیمش کاربرد تازه‌ای هم برای گوشی هوشمندتون پیدا کردن. این تلفن دستکاری شده تا با استفاده از حسگرهای مادون قرمز از روی الگوی تنفسیتون میزان استرستون رو تعیین کنه. برای آزمایش اونا به من چند تا مسئله ریاضی دادن تا حل کنم. انگار برگشتم به مدرسه. خیلی عالیه. نه این یکی رو غلط زدم. یهو عصبی شدم. نادیا امیدواره بالاخره بتونه این حسگرها رو توی لباسا تعبیه کنه تا به بیماران و افرادی که درد میکشن کمک کنه. اما هستند کسانی که احساسات و عواطف دیگران یا حتی خودشون رو نمیتونن درست درک کنن. مثلا کسانی که اوتیسم دارن. پس میشه ادعا کرد که فناوری رایانه در جهت تفسیر حرکات بهتر از انسان میتونه عمل بکنه. و حتی میتونه کمک حال فناوری هایی باشه که برای کمک و یاری معلولان طراحی شدند. واضحه که حالتهای چهره اطلاعات غیر کلامی زیادی بیرون میده. شرکت هایی هم هستن که در تلاش هم واکنش های مخفی شما رو برملا کنند تا بهتر بتونن کالاهاشون رو تبلیغ کنند. ممکنه داده های احساسی و عاطفی علیه ما استفاده بشن، چون بالاخره در هر حالتی یه حسی داریم. ما فکر میکنیم موجودات منطقی هستیم، اما پژوهش ها نشون میدن که همیشه نسبت به اطراف یه حسی داریم، حتی اگه خودمون خبر نداشته باشیم یا بیهوش باشیم. چه ازش خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، راستش این روی تصمیمات ما هم اثر میذاره، حتی روی یادگیریمون، روی توجه و تمرکزمون هم اثر میذاره، روی همه چی اثر میذاره. حتی اگه خودتون هم متوجه نباشید، واکنش‌های احساسی شما هنگام خرید مؤلفه‌ای کلیدی هستند و شرکت‌ها هم دنبال این داده‌های احساسی خیلی مهم می‌گردند. به دنیای بازاریابی عصبی خوش اومدید. مؤسسه ریلایز که شرکت‌های مارس و ال جی جزو مشتریاش هستند، متخصص تشخیص حس و عاطفه و بازاریابی عصبیه. اونها از حالات چهره مصرف کنندگان هنگام تماشای آگهی ها استفاده می کنند تا واکنش اونها رو درک کنند و پیام ها رو طوری تنظیم کنند که درست به هدف بزنه. و من هم با استفاده از چند ویدیوی قدیمی بی بی سی دارم این رو آزمایش می کنم. ریالایز می خواد صرفاً با استفاده از یک وبکم واکنش احساسی من رو اندازه بگیره. حالت چهره به طرز غیر قابل باوری حقیقت رو بروز میده. ما انسان‌ها زبان بدنی رو به خوبی میفهمیم که بخش بزرگی از هنر ارتباطی ماست، یعنی حدود 80%. اما تا پیش از این رایانه‌ها نمیتونستن. ما همین الان داریم در زمینه بازاریابی کار میکنیم، برای اینکه احساسات محرک کارهایی هستند که مردم میکنن. هرچه احساس بیشتری داشته باشن، واکنش بیشتری هم خواهند داشت. در نتیجه همزمان میتونیم ببینیم افراد چطور واکنش نشون میدن و پیام رو میگیرن. ارتباط عاطفی واقعی بین یک برند و مخاطب کجاست؟ فکر نمی کنم که تجزیه و تحلیل احساس تفاوت زیادی با سایر فناوری های نوین داشته باشه. مردم همیشه اولش مرددن، اما اتفاقی که میفته اینه که بالاخره یه جایی این فناوری یه جورایی مفید واقع میشه. اون وقتی که قدرش رو میدونن و موضوع دیگه عادی میشه. احساسات و داده‌ها طوری دارن با هم میامیزند که رابطه ما با ماشین رو به طرز اساسی متحول میکنه. این میتونه در راستای پیشرفت در زمینه تشخیص پزشکی باشه یا فقط همین که درباره بانمکی آدم ها بیشتر بدونیم. هرچه دسترسی بچه‌ها به دستگاه‌های متصل به اینترنت بیشتر میشه، نگرانی والدین هم افزایش پیدا میکنه. اما بعضیا میگن به جای کنترل و بگیر و ببند، بهتره که به خود بچه‌ها یاد بدیم چطور از خودشون در دنیای آنلاین مراقبت کنن. لارا لینگتون رفته به ویمبلدون، جایی که یک سری کارگاه‌های سرگرم کننده برای کودکان گذاشتن تا
این مهم رو بهشون یاد بدن. امروز بچه ها در حالی که به ناچار در محاصره فناوری هستند بزرگ میشن. این هم مثبت هم منفی. مشکل اینه که بزرگترها هنوزم دارن یاد میگیرن که چطور این مسئله رو حل کنن. میبینم که آماده این بازی رو شروع کنی. اینجا در فستیوال تکتوپیا در سالن پولکای ویمبلدون امیدوارن بتونن با استفاده از شیوه های خلاقانه بچه ها رو ترغیب کنن که فکرشون رو به کار بندازن. این اشیا هر کدوم به جای یک وبسایته. کارگاه دیجی پلی هدفش اینه که به بچه ها یاد بده چطور بدون خطر اینترنت گردی کنن. در ضمن تشویقشون میکنه درباره اون چه که میخوان به اشتراک بذارن فکر کنن و اینکه در نتیجه این کار احتمالاً چه قضاوتی در موردشون میشه. به هر حال این بچه‌ها کاربران خیلی فعال اینترنت هستن. اگه تلفن موبایل نبود چی؟ اما اونا هم نگرانی‌هایی دارن. One of the worst things is being on your homepage not knowing your password. The worst thing is when I get a virus. درباره ایمنی در اینترنت زیاد گفته میشه. مثلا اطلاعات شخصیتون رو به غریبه ها ندین، روی لینک ها توی ایمیل ها کلیک نکنین و چیزایی مثل این. اما راستش اینه که هیچ کس درباره اون چه که زیر پوست اینترنت جریان داره چیزی نمیگه. اینکه وبسایت ها چه اطلاعاتی رو درباره شما جمع میکنن. هدف ما واقعا اینه که آگاهی مردم رو درباره اینکه چطور دنیای آنلاین توسط الگوریتم ها اداره میشه افزایش بدیم. و اینکه مردم چه نوع داده هایی رو در دنیای آنلاین به اشتراک میذارن. کاری که کردم این بود که یه سری پروژه با بچه های 13 تا 17 ساله اجرا کردم که خیلی باهوش و زیرک بودن. اونا توی دنیای آنلاین بزرگ شدن و دقیقا میدونن چی کار میکنن. اما کاملا مطمئن نیستن که اینا چطور عمل میکنن. ما امروز داریم با کوچکترها کار میکنیم. 8 تا 9 ساله ها. خیلی جالبه که میبینی اونا همون میزان دانش و آگاهی رو دارن و از خطرات اطلاع دارن و والدینشون اونا رو طوری تربیت کردن که در این دنیا سالم بمونن. اما معنیش این نیست که الزاماً میدونن پشت پرده چه خبره. به نظر میاد از امروز به بعد اونا سرشار از آگاهی هم. شاید زیاد هم عجیب نباشه چون اونا از نسلی هستند که از بدو تولد در محاصره رایانه‌هان. حتی اگه اولش حکم میوه ممنوعه رو داشته باشه زیاد طول نمیکشه تا والدینشون مزایا و معایب اینترنت رو با هم مقایسه کنن. اما این امیلی 2 ساله در پژوهشی شرکت داره که ممکنه دیدگاه ما درباره مدت استفاده از این دستگاه‌ها رو عوض کنه. الان 3 ساله که پژوهشگرا دارن روی اثرات بلند مدت احتمالی این موضوع کار میکنن. اینجا موضوع اصلی تمرکز روی سیبه، در حالی که باید توجهمون در جای دیگه ای باشه. واکنش بچه‌ها ضبط میشه و با نشانگرهایی در زندگی روزمره‌شون ترکیب میشه. پدر و مادرها فرضیات زیادی دارن و شاید هم ترس داشته باشن از اینکه این صفحه‌های نمایش چه تأثیری روی رفتار بچه‌هاشون داشته باشن. بخش بزرگی از دانش پشت این موضوع مبتنی بر تجربه تلویزیونیه. اما تلویزیون با دستگاه‌های تعاملی موبایل که به اشکال مختلف استفاده میشن فرق زیادی داره. می‌خواستیم مطمئن بشیم که پژوهش ما روی این دستگاه‌های جدید متمرکزه. معنیش اینه که فعلا در این زمینه دانش زیادی نداریم. در نتیجه بخش بزرگی از نگرانی‌هایی که والدین دارن پشتوانه علمی نداره. دریافتیم که بین بچه‌هایی که از دستگاه‌های دارای صفحه نمایش لمسی استفاده می‌کنن، هر چقدر زودتر استفاده از اونا رو شروع کنن، به همون اندازه هم مراحل رشد موتور حرکتیشون زودتر طی میشه. برای مثال اگه با بچه‌ها بازی کرده باشین، یکی از مراحلی که والدین بهش توجه می‌کنن اینه که ببینن آیا بچه می‌تونه قطعات لگو رو روی هم قرار بده یا نه. راستش ما دریافتیم که بچه‌هایی که زودتر شروع به استفاده از صفحه نمایش لمسی کردن، زودتر هم به این مرحله از رشد واقعی رسیدن. اما مهمتر از اون، ما هیچ نشونه ای از تأخیر در زبون باز کردن یا رشد مهارت‌های حرکتی بچه‌ها مثل 4 دست و پا رفتن یا راه رفتن ندیدیم که برای بعضی از والدین این موضوع مهمه. این پژوهش این مسئله رو هم بررسی میکنه که کودکان چطور خودشون رو کنترل میکنن، یعنی کی تصمیم میگیرن دستگاه رو خاموش کنن. Make sure you interact with the real world and just don't stay on the iPad for too long. Everybody knows it can be lonely when you start a new school. این تجربه تعاملی این ایده رو بررسی میکنه که ممکنه فناوری باعث بشه حس کنیم ناخودآگاه جذب چیزای مختلف میشیم، اما بعضی وقتا لازمه که تمرکز کنیم.
و احتمالاً این تمرکز نباید روی سلفی گرفتن باشه. البته نه مثل این، یه شوی یه نفره در فستیوالی تحت عنوان رندوم سلفیز. اون داره حس تنهایی رو که کودکان یا هر شخص دیگه‌ای میتونه در دنیای ارتباطات داشته باشه، برجسته میکنه. داستان درباره لورتا، دختر 11 ساله‌ای که برای اولین بار متوجه تنهاییش میشه و چون در دنیای زندگی میکنه که حضور فناوری در شبکه‌های اجتماعی خیلی مشهوده، اون هم ازش استفاده میکنه، اما باز هم تنهایی اذیتش میکنه. امیدواری بعد از دیدن این کلیپ مردم چه فکر و احساسی داشته باشن؟ به نظرم یکی از مسائل اصلی اینه که تنهایی وجود داره. در ضمن مسئله ارتباط داشتن و با آغوش باز با دیگران روبرو شدن. همونطور که لورتا به مردم توضیح میده که تنهایی یعنی چی و این درک رو توسعه میده که فقط اون نیست که تنهاست. گرچه ممکنه شبکه‌های اجتماعی باعث احساس دورافتادگی بشه، در این حال میتونه مثبت هم باشه چون شما رو به دیگران وصل میکنه. در این بین معلومه که بچه‌ها از این کارگاه لذت میبرن و این ثابت میکنه که اونا میدونن وقتی موبایل یا تبلتی در کار نباشه چطور تفریح کنن. برنامه هفته کلیک هم اینجا به پایان میرسه. با ما در تماس باشید در راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شانسی @persianclick. همونطور که در جریان هستید، نمایشگاه E3 همین هفته برگزار شد. کلیک مثل هر سال به این نمایشگاه رفته، پس منتظر گزارش های ما از E3 باشید. تا هفته بعد، بدرود و خدا نگهدار.